به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه با دسترس ما قرار گرفت. طالبان میگوید حجاج شیعه امسال باید بیشتر از دیگر حجاج بپردازند. وزارت حج و اوقاف طالبان امروز سه‌شنبه هفتم اعلام کرد سهمیه حج افغانستان در سال 1403 خورشیدی 30,000 نفر است. نور محمد ثاقب وزیر حج و اوقاف طالبان از این هر زائر اهل سنت را $3,865 اعلام کرده و گفته که حجاج شیعه باید $50 بیشتر بپردازند. نور محمد ثاقب درباره دلیل افزایش هزینه زیارت حج شیعیان توضیح نداد. طالبان پیش از این شیعیان را اقلیت مذهبی خوانده و گفته بودند که در افغانستان تنها یک مذهب اسلامی وجود دارد و آن اهل سنت حنفی است. او اما ادعا کرده که این سهمیه به گونه شفاف و عادلانه برای متقاضیان در سراسر کشور توزیع شده است. وزارت حج و اوقاف طالبان در خبرنامه گفته است که بخشی از سهمیه حج افغانستان به کارمندان ادارات، خانواده های شهدا و معلولین و مهاجرین اختصاص داده شده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی گروه طالبان اعلام کرد احتمال برفباری، باران شدید، رعد و برق و بادهای نسبتاً شدید در 23 استان کشور وجود دارد. بر اساس خبرنامه ای که روز دوشنبه 6 عمل از سوی این ریاست منتشر شده، این بارندگی ها سه شنبه در 23 استان کشور پیش بینی شده است. استان هایی که قرار است شاهد بارندگی باشند شامل استان های هرات، فرا، فاریاب، بادغیس، سرپل، غور، بلخ، سمنگان، جوزجان، دایکندی، بامیان، غزنی، قندهار، اروزگان، هلمند، زابل، میدان وردک، پروان، بغلان، کاپیسا، پنجشیر، لغمان و نورستان به شمول سالنگ ها می باشد. اداره احصایه و معلومات تحت مدیریت طالبان می گوید که از آغاز روند توزیع شناسنامه الکترونیک تا کنون حدود 12,900,000 نفر این نوع شناسنامه را دریافت کردند. این افراد شامل 7,500,000 مرد و 5,400,000 زن هستند. آخرین جزئیات از یورش طالبان به خانه گلبدین حکمتیار در کابل از زبان پسرش. به دنبال نشر گزارش ها مبنی بر حمله طالبان بر خانه گلبدین حکمتیار، حبیب رحمان حکمتیار پسر او روز دوشنبه 6 عمل حمله و محاصره خانه او توسط طالبان در کابل را رد کرده و گفته است که پدرش محل زندگیش را تغییر داده است. و گفته حبیب رحمان حکمتیار رهبر حزب اسلامی در خانه حکومت پیشین پس از توافق صلح در اختیارش قرار داده بود زندگی میکرد، اما طالبان این توافق را نپذیرفتند. پسر حکمتیار در رکس گفته پس از چندین ماه بحث با مقام ها نتیجه این شد که توافقنامه صلح با حکومت قبلی برای حکومت طالبان قابل قبول نیست. از توافق صلح با حکومت قبلی تنها امین جای زندگی مانده بود. در شبکه های اجتماعی ادعا شده بود که طالبان خانه حکمتیار را محاصره کردند. در این حال عبدالنافع تکور سخنگوی پیشین وزارت داخله طالبان گفته است که حکمتیار در زمین اماراتی زندگی میکرد و بر اساس تفاهم و مصلحت جای دیگری به عوض محل زندگی قبلی او در نظر گرفته شده و آنجا منتقل می شود. این عضو طالبان گفته است که حکمتیار به هیچ طرف و خارج از کشور نمی رود. تکور افزوده حکمتیار صاحب یک طرف نرفته و نخواهد رفت. هیچ کس حق اقامت در کشور را از او سلب نکرده و هیچ کس اجازه ندارد او را مجبور به ترک کشور کند. حکمتیار از چهره های سیاسی سابق است که پس از تسلط طالبان تا کنون افغانستان را ترک نکرده است. او در این 2.5 سال در روزهای جمعه در مسجد خود خطیب است و از سخنرانی می کند. حکمتیار در خطبه های خود هر از گاهی از سیاست طالبان انتقاد کرده است. در این حال او منتقد مخالفان طالبان نیز است. در این حال آماج نیوز گزارش می دهد محمد یونس فدا مشاور فرهنگی گلبدین حکمتیار با آماج نیوز می گوید که رهبر حزب اسلامی بر اساس مصلحت اجتماعی و تامین بهتر امنیت به مکان امن در شیرپور کابل جابجا شده است. او افزوده است که محل بوده باش فعالیت های اجتماعی سیاسی
دعوتی و دفتر گلبدین حکمتیار در مکان امن در شیرپور انتقال یافته و اکنون کدام مشکل خاصی وجود ندارد. و بر پایان، وزیر امر و معروف و نهی از منکر و سمع شکایات طالبان از توشیح قانون سمع شکایات توسط رهبر این گروه خبر داده است. سید علی صدیق الله معین سمع شکایات وزارت امر و معروف و نهی از منکر طالبان امروز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفته است که این قانون شامل مقدمه 2 فصل و 23 ماده است. او گفته است که هدف این قانون رسیدگی به شکایات مردم از مسئولان و کارمندان ادارات طالبان و تامین عدالت است. در حال حاضر اداره سمع شکایات یک معینیت در چارچوب وزارت امر معروف و نهی از منکر طالبان است. این وزارت میگوید در یک سال گذشته به 1700 شکایت رسیدگی کرده است. این شکایات از سوی مردم علیه مسئولان طالبان درج شده است. معین وزارت امر معروف طالبان درباره چگونگی رسیدگی به شکایات جزئیات ارائه نکرده است. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.